منافقین سال هاست ادعا می کنند تعدادی از نیروهای اونها در سال 67 در زندانهای ایران اعدام شدند. بر همین اساس هم طی چند ماه گذشته یک شوی رسانه‌ای رو در استکهلم که یکی از پایگاه‌های اصلی تجمع اونهاست برگزار کردند و با همکاری دستگاه قضایی سوئد، حمید نوری کارمند عادی قوه قضاییه که در سال 70 بازنشست شده رو در اون محاکمه می کنند. حمید نوری در جلسات دادگاه مسئله کشتار سال 67 رو قبول کرد و در مورد اون توضیح داد. قتلنامه‌ای که دنبالش هستید اینجا، کشتار سال 67 که دنبالش هستید همینجا. دو تا قتل هم انجام شده، دو تا کشتار در سال 67 انجام شده. یه قتل هم توسط گروهک منافقین از مردم ایران قتل عام کرد و هزاران نفر از مردم ایران و مرزبانان ایران و سربازان ایرانی رو همه رو قتل عام کرد. هیچ کس رحم نکرد. یه قتل عام هم توسط رزمنده های ایرانی انجام شد. نسل سربازان این گروهک منافقین رو تو استان کرمانشاه کندن. از این 7000 نفر یه تعدادی فرار کرد. این حرف من نیست، تاریخ آقای روزبه پارسی گزارش رو بخونید، خانم دادستان به عنوان مستند پرونده داده. آقای پروفسور اوو برینگ همین داستان رو تعریف کرد و خیلی از اساتید دیگه، همش تو پرونده هست، اسمشون رو نمیاد. گفته نیروهای ایرانی تمامی لشکر این گروهک رو نابود و متلاشی کرد، فقط تعدادشون برگشتن به عراق. خیلی هاشون اسیر شدن، خیلی هاشون هم مجروح شدن. مجروحا و اسیرها رو برگردوندن تهران. پس کشتار سال 67 درسته. من حمید نوری معروف به حمید عباسی کشتار سال 67 رو تایید میکنم، نه در زندان های ایران بلکه در استان کرمانشاه. بله اینا قتل عام شدن.